کیوبا گواه یکی از نادرترین راهپیمایی های ضد حکومت بود. روزای یک شنبه هزاران تن از مردم کیوبا در پایتخت این کشور راهپیمایی کردند تا در برابر محدودیت های برخواسته از شیوعی ویروس کرونا، کندی روند تطبیق واکسین و مشکلات اقتصادی اعتراض کنند. اما رئیس جمهور کیوبا میگوید که این اعتراض ها از سوی آمریکا برانگیخته شدند و در برابر معترضان اقدام خواهد شد. هزاران تن از مردم کیوبا در شهر هاوانا پایتخت کیوبا گرد آمدند و بر ضد مشکلات اقتصادی و کندی روند تطبیق واکسین ویروس کرونا اعتراض می کنند. پلیس در اینجا حضور سنگین دارد و برخی از معترضان را بازداشت می کند. درگیری های کوچک هم رخ می دهند. نیروهای امنیتی من و دختر خردسالم را لت و کوب کردند. بین لت که در جاده را می رفتیم. این اعتراض ها از چند بخش هاوانا آغاز شدند. مردم خواهان کاهش محدودیت ها و نیز درست شدن جریان برق هستند. ما به علت قطعی و سرکوب مردم در اینجا گرد آمده ایم. هاوانا سقوط می کند. ما خانه و پول نداریم. اما حکومت برای ساختن هتل پول دارد. اما رئیس جمهور کیوبا بیان که به حل این مشکلات اشاره کند، معترضان را نیروهای نیابتی آمریکا می داند و از اقدام در برابر آنان سخن می گوید. ما به نیروهای نیابتی ضد انقلابی که خودشان را به حکومت آمریکا و استبداد فروختند و از این کشور پول می گیرند، اجازه نخواهیم داد که کشور ما را بی ثبات بسازند. به آنان پاسخ انقلابی خواهیم داد. ما از تمامی انقلابیون، تمامی کمونیست‌ها می خواهیم که امروز و در روزهای بعدی به خیابان‌ها و جاهای بروند که این کارهای تحریک آمیز رخ می دهند. رسانه ها از اعتراض های مشابه در دو شهر دیگر کیوبا هم خبر دادند. در دو سال گذشته همگیری ویروس کرونا اقتصاد کیوبا را که زیر تحریم های سنگین آمریکا قرار دارد بیشتر آسیب زده است. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با آقای رشاد پاینده، آگاه روابط بین الملل که در استودیو با ما هستند. آقای پاینده سلام، با شما و برنامه ما خوش آمدید. علیکم سلام، بسیار ممنون، تشکر. در رابطه با راهپیمایی های ضد حکومتی که در کیوبا صورت گرفته میخوایم صحبت بکنیم، دلیل اصلی چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام یاد خدای بزرگ، درود خدمت شما بیننده عزیز تلویزیون شما تقدیم. خب اساسا اعتراضات مدنی وقتی که میاد در جغرافیای کشور شکل میگیره، برخواسته شده از بیانی دید و نظر مردم میباشه، مشروط به اینکه کشورهای بیرونی مداخله مستقیم در اونجا نداشته باشن. با توجه به مداخلات مستقیم به قسم آفتاب روشن آمریکا در کیوبا، ما فکر میکنم از 100% تا 85% فعلا ماسبا به شکلی است که امریکایی ها به صورت بیانی 80-85% مداخله دارن در قسمت از این که دولت کیوبا را تضعیف بسازن و توسط خود از این اعتراضات مردمی یک انقلاب را در اونجا شکل بدن و توسط خود از این انقلاب اگر ممکن باشه در آینده عناصر مورد حمایت خود را که اپوزیسیون ضد از اینا است یا با معذاب سیاسی که است اونا را بیارن در رأس قدرت. اما با توجه به نظامی که فعلا کیوبا در محدوده کنترل خود داره، ای اجازه را نمیده برشان. باز هم بانه های متفاوت متعددی در اینجا وجود داره در قسمت تطبیق ویروس کرونا و در پهلوی از او بعضی از پروژه های مشخص دولتی است که در محدوده کنترل مردم قرار داشته که مردم مجبور مکلف بود که در تباری با خود دولتی پروژه ها را به صورت درستش به پیش برن. من فکر میکنم یکی از بدبختی های بسیار بزرگ در قسمت پیش برد خود امورات از اونامو پروژه بوده که این میره تانست شکل بده یا اعتراضات تانست شکل بده. شکل اساسی خود اعتراض ها قسمی که پیشترم من برای شما گفتم هسته مرکزیش خود ایالات متحده آمریکا است و ایالات متحده آمریکا با توجه به تاریخی که با سران خود کیوبا از گذشته های بسیار دور داره، تا به اکنون یعنی توجه همین قشبمی است که این کشور همواره یعنی تلاش کرده که این کشور در مدد کنترل خود داشته باشه و شما خود میفهمین یکی از کشورهایی که تحریم های یعنی آمریکا بالایش وضع شده و فعلا مورد خود تحریم آمریکا است همین کشور کیوبا است. و یه ما شما یک تعریف مشخص، یعنی آنچه که رئیس جمهور کیوبا میگن گروه های نیابتی که آمریکا اونا را برانگیخته و حمایت کرده اونا هستن، دقیق است یک مجموعه مشخصی که به رهبری مردم آمدن بالاخره یعنی شکل گرفتن خود یا شکل دادن خود از اینمی اعتراضات، اینمی مجموعه رهبری از طرف خود آمریکایی ها پول مشخص برشان داده میشه تا که شکل بدن همچه اعتراضات در برابر دولت. به دلیل از اینکه اگر ما شما روی مدنیت بریم، خودآگاهی مسئولیت شهروندی تعریف خود مدنیت است.
اگر یک کشور بخواد یک مدنی اعتراض بکنه، هیچ وقت یعنی در میان اعتراضات خود مدنی بحث جنگ و مشکلات و تکلیف های دیگه که بیای خلق شوه، مثلا دولت بتونه به طرف سبوتاش شدن برای برنامه هایش هیچ وقت نیست. اعتراضات مدنی فقط اعتراضات یعنی صلح‌خواهانه یا انعطاف پذیر است، یعنی که در اعتراضات مدنی نیست. نه خیر، مدنی نیست، فرمایشی است. یعنی اگر اعتراضات مدنی می بود، شما مطمئن بیگب می بودین که دولت در قسمت خود از اینمی اعتراضات مدنی یک تصمیم مشخص را می گرفت، مذاکره می کرد با تیم از اینا، با بالاخره رهبری خود از اینمی تیمی که امروز اعتراضات شکل داده. این اعتراضات تمامش با فرمایش خود امریکاست و امریکایی ها گفتم سالهای سال است که تلاششان به این است که مردم کیوبا را در هایتی کنترل خود داشته باشند و محقق باشند. اما چگونه این مردم را به یک نوع وسیله قرار دادن و تانستن استفاده بکنن؟ ببینین، امریکا به خاطر از اینکه در سطح دنیا ابر قدرت باقی بمانه، مجبور و مکلف است با هر کشور یک طرز تفکر یا اتاق فکر مشخصی را بیاید بسازد که تدوین شده باشه و توسط خود از اینمی بتانه بر خود حداقل یعنی آینده خود رقم بزنه. کیوبا گفتم نظر به تاریخ گذشته که داشته، مثلا فیدل کاسترو را که شما میبینین، مثلا چکوارا را که شما میبینین، در این سرزمین آمده در برابر خود امریکا جنگیده، مشکلات و تکلیف هایی در برابر امریکا از گذشته وجود داشته. امریکایی ها تا به اکنون تلاش عمیقشان مرتبط به خود کیوبا به شکلی است که یعنی کیوبایی ها در هر حالتش باید غلام امریکا باشن و امریکایی ها یک تسلط واقعی و مطلق بالای از اینا داشته باشن، که بدون شک در هر کشور به نظر ما یک مجموعه از افراد و اشخاص شجاع و قهرمان وجود دارد که در برابر همچو حمایت‌های غیر مستقیم خود امریکا یا همچو کشورهای خود امریکا که میاین به خاطر سبوتاژ شدن اما مشکلات یعنی یک دولت یا به خاطر تخریب ساختن خود یک دولت میاین کوشا میشن یا تلاش میکنن اینا بر پا بخیزن. اما امروز اعتراضات مردمی را که شما میبینین، به نظر ما بس برق اینقدر نمیتونه بزرگ باشه که بیاین اینا در برابر پلیس، در برابر دولت اینقدر تظاهرات مشکل یا کلان شکل بده. گفته شده روند کند تطبیق واکسین، مشکلات اقتصادی و مسائل دیگر. خب کیوبا نظر به مشکلات اقتصادی که بر فعلا داره، یعنی در قسمت تطبیق ویروس کرونا ما فکر میکنم دولتش به صورت کند پیش نمیره، نظر به محدوده اقتصادی که اینا دارن تطبیق میکنن خود از اینمی ویروس های هدف ما از خود از اینمی تطبیق واکسین های ویروس کرونا است. در صورتی که ما شما میایم در قسمت تطبیق ویروس کرونا یک بهانه بسیار زیاد خرد و کوچکی را میایم قدر بزرگ میسازیم، بدون شک معلوم میشه که بس فرمایش است. و از همه مهمتر، کشور کیوبا نظر گفتم به عناصری که در داخل خود از اونم و کیوبا به خاطر تخریب کردن از این دولت وجود داره که مورد حمایت کشورهای همچه امریکا در بیرون هستن، یعنی بدون شک یک سلسله مراتب مشخصی در قسمت تطبیق تمام برنامه های اقتصادی، برنامه های مثلا سکتور صحتشان، برنامه های دولتی و سیاسی که دارن به دلیل از اینکه مشخص اینا اگر بپردازن برای تطبیق از این پروژه یا برنامه های اقتصادی که اینا دارن، به نظر ما اجازه برشان مستقیم از طرف امریکا حداقلش داده نمیشه. به این دلیل کندی کار در قسمت تطبیق پروسه یعنی واکسین ویروس کرونا تنها نمیتونه در اونجا باشه. گفتم بس سیاسی است، تمام از این اعتراضات سیاسی است، شکل مدنی نیست. شما ببینید مردم به بسیار یعنی سر صدا و مشکلات کلانی روی خود از اینمی سرک ها برآمدن. حتی شکل خود از اینمی اعتراضات که ما شما میبینیم اعتراض هم نه که حتی انقلاب میخواین داشته باشند در برابر خود دولت. پس معلوم دارست که یک سازماندهی مشخص توسط خود امریکایی ها در جغرافی های خود کیوبا نسبت به اینمی قضایی که فعلا جریان داره در اونجا شکل گرفته و پیش میره. چه فکر میکنین روی حکومت این کشور، حکومت داری در این کشور تاثیرگذار خواهد بود اعتراض ها؟ خب در صورتی که کیوبا باز هم بتانه در تبانی با کشورهای دیگه مثلا امریکایی یا در تبانی با مثلا کشورهای بزرگ آسیایی بیای خود تقویه بکنه به قسم روس و چین، شما مطمئن باشین که امریکا در برابرش کاری کردن نمیتونه. اما دسترسی از اینا به کشورهای آسیایی به نظر ما نسبت به کشورهای امریکایی کمتر از اروپایی ها در تبانی با امریکایی ها همیشه وقت حرکت کردن. و یکی از دلایل کلانه که کیوبا امروز به طرف چالش هم کشانده شده دولتش همی بحث یعنی یک جا بودن یا واحد بودن سیاست اروپایی ها و امریکایی ها در برابر کشورهایی است که تحریم از جانب ایالات متحده امریکا بالای از اونا وضع شده. اما تلاش عمیق خود کیوبایی ها در این است که یک مذاکره مستقیم و مشخص بالای
روابط دیپلماسی خود با خود امریکا و اروپایی ها داشته باشند تا در آینده بتوانند ادیت بکنند یا ترمیم بکنند مشکلات موجودی که فعلا منازع خلق کرده. درست. در کنار از این میخواییم بدانیم که وقت امریکا استفاده میکنند چون این موارده، کیها در مقابل امریکا حمایت میکنند از حکومت کیوا؟ خب بر فعلا یعنی مشخصا در روابط دیپلماسی کیوبا ما شما میریم به یعنی میایم بعضی از چیزهایی را تعریف شده میبینیم، روابط بسیار عمیق و نزدیک با خود روزها دارن، اما روزها برشان زیادتر قابل دسترس نیست که از لحاظ نظامی و از لحاظ مثلا اقتصادی حداقل اینا را کمک بکنه. روابطشان با چین خوبتر است. بزرگترین دلیلی که امریکایی ها بر ضد خود کیوبا است اینمی دلیل روسیه و دلیل چین است، اما چینایی ها و روزها طرفداریش یعنی به این است که کشورهای آسیایی بدبخت بیان در محدوده کنترل خود از دید اقتصادی و نظامی قرار بدن تا که دست کشورهای خود آسیایی از دامن کشورهای غربی بیرون شود. به او کشورها به نظر من زیادتر رسیدگی نمیتونن، اما امریکایی ها در هر حالتش به خاطر از اینکه به صورت قد در مدد کنترل خود خود کیوبا را بیارن و روابط دیپلماسی یا روابط ذات البینی خود کیوبا را در حد کنترل خود داشته باشن، مجبور مکلف هستن همچو ترفندها همچو بازی های را به پیش خود داشته باشن. اما تا جایی که من میبینم بالای خود ملت کیوبا سالهای متعددی است که بازی صورت میگیره کدام نتیجه مشخص نداشته. درست. و فکر میکنین که رای حل برزی وجود داشته باشه که بتونه حکومت این اعتراضات را پایان بده به شکلی که بر مردم بیشتر ضرر وارد نشه؟ خب بدون شک یکی از پلتفرم های پیشنهادی به خاطر رفع اعتراضات به نظر من در جغرافیای کشور همین است که رهبران خود کسایی که معترض هستند اینا را بیاین از نزدیک ببینن، خواسته های از اینا را به صورت عمیق اینا بیاین به پیش خود تعریف بکنن، باز بعد از او بپردازن به این که یک آرامش حداقل نسبی را در سراسر کیوبا شکل بدن. اما شما مطمئن باشین مشکلاتی را که اینا شامل فهرست ساختن این مشکلاتی نیست که دولت کیوبا به صورت قد بتونه به تمام از اینا رسیدگی کنه. درست. بسیار تشکر از حضورتان آقای پایگاه. خواهش میکنم. ممنونتان.